برن اونجا قتل عام خواهند شد، حتی توسط عراقی ها. بنابراین میبینید که اصلا چنین چیزی وجود نداره که الان همه حوادث اتفاق میفته به سود رژیم تهران. نه، رژیم تهران هم آچمازه، رژیم عربستان هم آچمازه، حتی ترکیه هم آچمازه. چرا میگم عربستان هم آچمازه؟ نگاه کنید، همه شایعات کردن که پرنس بندر رو از ریاست دستگاه امنیتی عربستان به خاطر گاف‌هایی که در سوریه کرد برکنار کردن. بعد معلوم شد عده‌ای گفتن مجروح شده، عده‌ای گفتن به بیماری مهلکی دچار شده، عده‌ای هم خبر دادن در لبنان که ایشون رو مسموم کرده بودن. حالا ایشون شدن مشاور عالی پادشاه عربستان. دیگه آقای ظریف نمیتونه بخنده. چرا؟ همونقدر که آقای ظریف باور داره که در واشنگتن ارتباطاتی داره، 10 برابر اون پرنس بندر در واشنگتن ارتباط داره. پس بنابراین میبینیم موازنه داره به هم میخوره. حالا یک خبرنگار انگلیسی هست به اسم پاتریک لام، این فراتر از همه رفته، گفته به نظر شما اگر داعش یا ISIS یک خلیفه گری، مینی خلیفه گری هم را بندازه، خب آیا این موجب نمیشه که فلسطین رو از دست اسرائیل بگیره؟ شما یک لحظه فکر کنید، قرار داعش فلسطین رو نجات بده. میتونیم دو نوع تفسیر کنیم، بگیم در واقع داعش موی دماغ اسرائیل خواهد شد از طریق اردن، یارگیری در فلسطین، چرا که حوادثی که اخیراً هم پدید آمده موقعیت خوبی است برای یارگیری کردن جوانان فلسطینی و حتی در لبنان که بر ضد حزب الله خواهد شد. از سوی دیگر اینگونه نگاه کنیم، اگر داعش و این نینجاهای سیاه‌پوش قرار قدس رو نجات بدن، خب پس اعتبار جمهوری اسلامی کجاست؟ این همه سال آقای خمینی میلیون‌ها کشته داد، وعده داد که از طریق کربلا ما میرسیم به قدس. حالا یک مش نینجای سیاه‌پوش که بیشتر به یک گروه در واقع چریکم نیستن، که شما یک لحظه فکر کنید، مثلا در اون زمانی که چریکا بودن، چریکای مثلا همراه با آقای چگوارا یا چریکای فلسطینی یا حتی چریکای ارتش آزادی بخش ایرلند، این چنین نبودن، نمی رفتن سرزمین تسخیر کنن، جنگ چریکی میکردن، پارتیزانی میکردن، 4 تا ترور میکردن، ناپدید میشدن. چگونه ممکنه چند هزار نفر تمام خاورمیانه رو به گروگان بگیرن؟ هیچ کس هم صداش در نمیاد. راستی ناتو کجا؟ برای کوسوا ارتش فرستادن کوسوا بوسنیا رو نجات بدن. چرا هیچ کس تکون نمیخوره؟ متوجه نیستین؟ یک گروهی رو آوردن در زمین‌های خاکی فوتبال بازی می‌کنه، همه ایستادن نگاه می‌کنن، ولی فوتبال مرگباری بازی می‌کنه. این رو فکر کنید، چرا هیچ کس عکس العملی نشون نمیده؟ آیا هر چقدر این وضعیت صفر ادامه پیدا کنه به ضرر کیست؟ به سود اسلام نیست، از هر تو طرف اسلام کشته میشه. یه روزی میگوتن همه جا کشته بشه به سود اسلامی، این درست برعکسه. پس این کشورهای اسلامی آیا رهبرانشون در واقع خواب رفتن؟ آیا شوک زده شدن؟ آیا خودشون همه در بازی هن؟ حالا یک نویسنده عرب خیلی هم معتبره، در روزنامه‌های معتبر عرب نوشته، دیدم یک مقاله نوشته با آمدن داعش و آنچه که برخوردهای پدید میاد، یک دفعه تمام قضایا رو رها کرده اومده نوشته آیا ایرانی‌ها از اعراب و اسلام متنفرن؟ در سایت العربیه به فارسی در گویا هست، مقالات ایشون همیشه ترجمه میشه.
حالا ایشون اومدن گفتن آیا ایرانی ها با عرب ها و اسلام درگیرن، متنفرن؟ بعد خودشون مسئله ایران و اعراب رو به تاریخ واگذار کرده، بعد مسئله اسلام رو توپ انداخته تو زمین رژیم تهران، گفته از روزی که رژیم جمهوری اسلامی آمد و برگ اسلام رو بازی کرد، وارد زندگی خصوصی مردم شد، برای یک نوع دیکتاتوری اسلامی پدید آورد، در واقع یک نوع نفرت در میان ایرانی ها ایجاد کرد برای اسلام. خب اینم یک توجیه است. اما همه ما میدونیم خوشبختانه، حالا با اعراب و اسلام کاری نداریم، از روزی که این رژیم آمد، بعد از آنکه تمام این چپی های عقب افتاده و پوسیده و فسیل اون روزا مشکل کرده رفتن زیر عبای خمینی، خب چونا رفتن، انصاف بدیم، البته بخشی از ساواک باشون همکاری کرد، اینم قبول کنیم. حالا در برنامه دوال در مورد آقای خسروگل سرخی صحبت میکنیم، یک بحثای یک بارم شده خانه تکونی کنیم. حالا جالب اینجا، رژیم جمهوری اسلامی کاری رو کرد که سابیانو را در فلورانس کرد، چنان نفرتی از دین و از روحانیت پدید آورد که به تدریج صدای پای رنسانس شنیده شد. شما نگاه کنید به تمام سایت های فیسبوکی، به صفحات فیسبوکی، تمامی نسل، دو نسل ایران، نمیگم قدیمی ها، هنوز ایدولوگ ها تو اون دنیا، چون شرمنده هن، شرمنده سیاسی هن، چگونه بیان بگن ما گاف کردیم، ما غلط کردیم؟ این خودش یک شامت میخواد که هنوز ندارن. اگر شما به فیسبوک ها نگاه کنید، تمامی اسما مستعاره، ایرانیست، پرژیانه، بیژنه، مازیاره، ابو مسلمه، بابک خرمدینه، به این میگن رنسانس. اما آیا ما از اعراب بدمون میاد؟ نه، ما کشته، من خودم بچه خوزستانم، احساسم نمی کردم اونا عربن، اونها هم ایرانی بودن، هم کشورهای عربی هم رفتم، بسیار هم بسیار مهربانه با ما رفتار کردن. اگر این رژیم جمهوری اسلامی نمی اومد، چنین تضادی به وجود نمی اومد. با اینکه من این نسل رو بسیار دوست می دارم، مخصوصا نسل چهارم رو، چون احساس می کنم جدا شدن از این قطار احمقانه حکومت انقلابی و مذهبی، احساس می کنم که گاهی واقعا صداشون در میاد، مگر میشه با اسپرمهای مردمم کار داشت؟ فقط ماو ابله این کارو میکرد، یکم هیتلر احمق، هم مام سوم. به شما چه، به شما چه مربوطه زندگی خصوصی؟ واقعا بقیه رو نمیگم، سکسیشو نمیگم، به شما چه مربوطه؟ شما جاهل های سیاسی چی میخواید از این جونه این مردم؟ و ما مشکلم میدونین چیه؟ این رژیم در شرایطی که یک جنایت فرهنگی رو انجام میده، عواملش رو میفرسته خارج با عناوین مختلف. حالا میخواد اکبر گنجی باشه، من وقتی میگه من از این انگلیسی ها بدم میاد، مواظب باشی نگاه کنید، یک گروهان، یک گردان از این اصلاح طلب ها رو در اونجا نگه داشته، مثل بسیاری از همین رهبران جهادی که در لندن بودن، معروف شده بودن به لندن استان، چون فرانسوی همه بودن آقا این لندن، لندن استانه، به جای افغانستان و پاکستان و عربستان همه اینجا هستن جهادی ها. راست میگن، همه مخالفین حکومت ها در اونجا حضور دارن، حالا اصلاح طلب ها هم در اونجا حضور دارن، اونها رو نگه داشتن تا زمانی که احتیاج داشتن
اونها رو علم کنن. بالاخره یه پروپاگاندیستی مثل آقای بهنود دارن یا بی بی سی دارن، هر چه هست. بالاخره اینا همیشه عوامل خودشون رو دارن و نفراتشون هم نگه داشتن. زمانی هم که این خانم یواشکی، خانم مسیح علی نژاد اومد، من اولین کسی بودم گفتم بوداره، این خانم بوداره، این خانم همه رو سر کار خواهد گذاشت. حتی روزی هم که شاهزاده با ایشون مصاحبه کرد گفتم خطای باسره تاکتیکی بسیار بزرگی بود. چرا؟ اعتبار گرفت، بعد از اون بازی در خارج شروع کرد. یادتونه سر فیسبوک یواشکی؟ حالا هم شنیدم تو اون فیسبوک خانم گوگوش هم اومده یادداشتی گذاشته که من هم آقای شاملو رو یه شب شستم. حالا آقای مسعود کیمیایی مدعی شد جنازه خانم فروغ فرخزاد رو شسته، حالا خانم گوگوش هم آقای شاملو رو شسته. خب اگر شستین چرا میایید می نویسید؟ چه اعتباری؟ اونم تو یک فیسبوکی که فیسبوک یواشکی است. چرا من اینو میگفتم؟ حتی به تونی جوان سال من و بسیار از دوستان جوانم، چون من زیاد معاشرت نمی کنم، من اکثرا با تونی صحبت میکنم و به عنوان شاهد ایشون هستن، هر وقتم خواستم میتونن بگن نه، همیشه این بوده. ما گاهی سر مسائل با هم دنک جر و بحث کنیم، اختلاف نظر داریم، ایشون جوونن، حق داره، حق داره نظریاتشو بگه. حتی آرای جوان سالم تو ماشین الان میومدیم با هم بحث میکردیم، چه فرقی داره؟ من میگفتم منتظر باش ببین من و تو کیه. اولا من و تو رو یه پروژه میبینم، نه تلویزیون من و تو فقط، من و تو، من و تو. شورای رهبری یادتونه چی بود؟ شورای سبز بود، چی بود؟ شاهزاده رو پاش کشوندن. من و تو، این یک بازی بود، من و تو روحانی، این یک پروژه است. دستگاه هست که پشتشه به من مربوط نیست، ولی هست، پروژه من و تو در هر مرحله ای، در هر زمینه ای هست. مواظب باشین در دامش نیفتین. حالا خانم مسیح علی نژاد کم بود تو فیسبوکش، اومده یک، اولا این خانم چرا همش با آخوندا مصاحبه میکنه؟ اسمش هم میذاره آخوند باحال. مگر آخوندم باحال میشه خانم؟ چرا کلک میزنی به نسل خودت؟ چرا میخوای منعرف کنی افکار جوانها رو؟ نگاه کنی به این دلغک که بهش میگن آخوند باحال. ما احکام شرعیش رو میگیم و واقعا همونجا هم به صورت زنده میگیم که به هر حال حدود شرعیش چی هست، احکام شرعیش چی هست و همه این برنامه های هنری که عمدتا دیده میشه، اینها رو من خودم به تنهایی انجام میدم رو سن و حد و مرز لباس رو هم رعایت میکنیم، کارهای سبوکوازی انجام نمیدیم، اما در این حال تا اونجایی که عرف اجازه میده و دین و شرع ما اجازه میده من همینجور برنامه هنری رو روسن اجرا میکنم. گفت سلام علیکم. گفت آقا دادی تو ما دلیله دادی. گفت دلیله چیه؟ گفت بابا دلیله همونی که بالا دلیله دلیله پایین دلیله. توی مصاحبه که با خانم صارمی انجام داده بودید در رابطه تقلید صدا و اینها هم گفتین، من میخوام ببینم خودتون بگید که چه کارهایی میکنید. دوستان سی تا تقلید صدا من انجام میدم، کارهای کارتونهای بچه ها هست، برنامه های تلویزیونی هست، برنامه 90 هست، نمیدونم، خودم دانش ها تکواندو دارم، من گاهی وقتا لباس رو سندر میارم تخته میشکنم، لانچیکا میزنیم. آخوند عالی بودی. آقای فخرالدین می بردید، حداقل هنر داشت، ادای این آخونده رو در می آورد، بیشترین بیننده هم داشت در تلویزیون های همین لس آنجلس، همین لس آنجلسی که اتفاقا می خواستم بگم شما چرا میرید؟ نه نمیگم، راها می کنیم، اجازه بدید کوتاه‌تر کنیم برنامه رو بخاطر اینکه وقتم نداریم. نکن خانم مسیح علی نژاد به این آرمان‌های نسل جدید خیانت نکن. عددی نیستید شما. اگر می‌بینید عده‌ای فریب می‌خورن هیچ جای تعجب و شگفتی نداره. همین جوان‌های ما که امروز قربون صدقه مسی می‌رفتن بهش فحاشی کردن. پس همیشه یک نسلی هست که جن زده بشه. خیانت نکن. چون دارید خیانت میکنید به نظر من، خیانت
فرهنگی میکنید. اجازه بدید این نسل راه خود رو طی کنه. به حد کافی شو بازی کردید. به نظر من بهتر یک مقدار نقش یک ژورنالیست واقعی رو بازی کنید. اجازه بدید از همه شما سپاسگزاری کنم، I love you بگم، به ویژه به بچه هایی که در سایت محل امید به طور حیرت انگیزی یک نسل